روحانی دیروز در بندر عباس سخنرانی کرد و در حالی که تلاش میکرد اوضاع رو رو به راه و خودش رو مسلط بر اوضاع جلوه بده، اما در قالب اینکه امروز روز سختی هستش و روز امتحان هست و باید صبر و استقامت کرد، به سختی و وضعیت بحرانی رژیم اعتراف کرد. صدق و کذب ما، راستگو بودن و خدای ناکرده غیر راستگو بودن ما در روزهای امتحان خدا آشکار میشه. اما در روز امتحان و آزمایش یک ملت سرافرازیش و به تعبیر قرآن صداقتش، وفاداریش برای تاریخ و جهانیان روشن میشه. امروز روز امتحان برای همه ما هست. صابر، مقاوم، ایستاده، شجاع، پرتلاش، که اگر ما همه ابزارمون با همه امکاناتمون به کار بگیریم و در کنار هم باشیم، در این امتحان الهی هم ان شاء الله مثل همیشه سربلند خواهیم بود. روحانی با اعتراف به روزهای سختی که در پیشه، دیگران و مشخصا باند خامنه‌ای رو متهم کرد که ترسیدن و دست پاچه شدن. دشمن میخواد ما رو تحریم کنه، دشمن تحریم شروع کرده، باید دست پاچه شیم؟ پس چرا این همه نگرانی هست؟ بله، میگن در آینده ممکنه کار سخت بشه، ممکنه. خب ما بخواد، حالا اصلا فرض میگیریم سختی شروع شده، اصلا آینده هم نه، همین امروز سختی بسیار زیاد شروع شده، باید چیکار کنیم؟ باید خودمونه ببازیم؟ باید به گردن هم بندازیم؟ روحانی در این سخنرانی البته توصیه‌های زیادی کرد و به راه حل‌هایی هم اشاره کرد. اونها رو هم ببینیم و بشنویم. خب در این مقطع هم ما باید احساس قدرت بکنیم، هم باید سینه رو سپر بکنیم، هم باید در برابر بدخواهان بایستیم، هم باید صبر و تحمل داشته باشیم، هم نباید سست بشیم و هم نباید گله ها و گذشته ها و فاصله ها و انشقاق هایی که همیشه هست. ما برد و می شکستیم.